شب تلخ غربت، شب خستگی ها، شب سرد ناآشنا در دلم می نشیند. چه آهسته از پشت شب می گذشتی، نگاهت پناهی که روزی تو را با دلم آشنا کرد. نگاهت ولی امشب از خستگی ها شکست رفیقان، نگاهت ولی امشب از قصه های گسستن پریشانتر از صبح ایرانیم بود. شب سرد، شب بی تو ماندن، خیابان تاریک این شهر را تا سپیده به یاد خطوط قدمهات رفتن، شب سرد و تاریک در سینه‌ام می نشیند. خبر را که بر بال امواج خونین می آمد شنیدم، خبر را که چون مرگ خاکستری بود. شنیدم که در لحظه های گذشتن به پروانه ها گفته بودی بگویند ایران. ایزاده سه شنبه 17 دی ماه 7 ژانویه به شما سلام میکنم. یک اشاره هم داشت اینجا، بعد اونم میخوندم که چرا این شعر رو خوندم براتون، و اشاره به آزاد مردی بود که خیلی از ماها بهش مدیونیم، مردی که جان باخت جان داد و لب وا نکرد و جان داد. رضا صدای وجدان همه ما بود، صدای روشن آزادی در لحظه‌ای که همه عاشقانه زنجیر را پذیرا شده بودیم. برای رضا مرزبان که یک لحظه به ایران پشت نکرد و شب تلخ نوژه تا سپید دم تهران را زیر پا گرفت که بچه ها را خبر کند. این واژه ها به یاد رضا در کنار هم نشست که مقاومت را در معنای بیزبالش در سرزمین اشغال شده توسط فارغ التحصیلان فیضیه پایه نهاد. برای او که پس از رها کردن آخرین تیرش به خورشید پیوسته بود، برای او و یاران سربلندی که می‌خواستند از نوژه نقبی به آزادی بزنند. سال روز تشکیل دولت زندیات دکتر شاپور بختیار، یاد رضا می‌افتم که میمد اونجا میشست، عنوان رسمی نداشت، مشاور امنیت ملی بود. حالا یادداشت می‌کرد، تلفن می‌زد، تماس می‌گرفت، پاریس رفت، قم می‌رفت و چه کرد و چه کرد و چه کرد. یادش بخیر، نازنین انسانی بود که من هیچ وقت یادم نمیره. آدمی که سر تا پا عشق بود و بدون اینکه اصلا توی دستگاه ها جایی باشه بیاد کارش رو انجام میده. روز یک شنبه فیلم سینمایی امیر شهاب رضویان رو دیدم، مینای شهر خاموش. من ندیده بودم این فیلم، بی بی سی فارسی گذاشت و من تماشا کردم، تمام فیلم رو دیدم. سینما پارادیزو ایرانی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. درود بر امیر شهاب رضویان، به بازیگرانش، عزت انتظامی که یکی از بهترین نقش‌هاش رو داشت. آمیزه ای رو در اونجا می دیدم از انتظامی جوان، انتظامی حالو و انتظامی حالا، انتظامی عاشق. مگه بدون عشق میشه زندگی کرد؟ میگفت. و بچه رو که 15 سالگی رفته بود به آلمان، حالا بعد از 33 سال بازگشته بود و به دنبال آن نگاهی بود که در بم جا گذاشته بود، همراه میشد و در پایان میفهمیدی که مادر این جوان همون عشق گمشده انتظامی بود. خیلی قشنگ بود، فیلم بسیار عاطفی و پر از عشق، پر از زیبایی. تصویرهای محمود عیاری چقدر قشنگ بود، چقدر فیلم برداریش قشنگ، مونتاژ خیلی هوشمندانه بود. این استکان نلبکی چای و چای گلستان، نمیگم تبلیغات بود گلستان، ولی اون استکان نلبکی نقش خیلی مهمی داره. هر بار این چای اون تو میریخ با همون صدای خودش و آب سماور، یه دفعه تمام اون دنیای گم شده در برابر ما زنده میشد. هممون گرد این سماور، حالا اول زغالی بود، صبح میرفت اون مریم خانم عظیمی ننه ما،
اون که بر با ما بود و در لحظه آخر منو صدا میزد. میرفت زغال رو میریخت و میذاشت تو حیاط تو بوی زغال بره. بعد که سماور نفتی اومد، بعد سماور برقی اومد، عالی نسب، نفتی عالی نسب و برقی، اما سماور همیشه قلقلش به راه بود. چونان که در این فیلم مینای شهر خاموش داریوش تقی‌پورم موسیقی بسیار دلپذیری گذاشته بود، خیلی جالب. خب یه سال روز تشکیل دولت زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار رو داریم. همونجور که افغان‌ها قدر دکتر نجیب الله رو ندونستن، ما هم قدر دکتر شاپور بختیار رو ندونستیم. در تاریخ فرصت‌ها کم پیش میاد. جبهه ملی وقتی دکتر امینی نخست وزیر شد به دعوت او نگفت. یه عده‌شون مخالفه، آقا این عاقد قرارداد کنسرسیومه. در حالی که اگر جبهه ملی آمده بود این قهر و کدورت برطرف می شد، جبهه ملی می مد تو دولت، دولت قوی می شد، کارهایی که می خواست انجام بده، اصلاحات ارضی، اصلاحات بقیه چیزا، سرعت و شتاب بیشتری می گرفت، انتخابات آزادی برگزار می شد، مطبوعات شکل و رنگ دیگری می گرفتن. متاسفم هیچ کدوم از اینا رو ما نمی خواهیم اقرار بکنیم، نمی خواهیم بدونیم که چه خبر است. اما اجازه بدید چند تا نکته رو براتون بگم در رابطه با عراق، بعد میپردازم به آنچه داره در فلوجه و در رمادی اتفاق میفته. جمهوری ولایت فقیه نجف رو به طور نیمه دربست و کربلا رو همچی مستعمره کرده، تمام عوامل شوریخته اونجا، امنیتی، سپاه، حالا هر کی رو شما در نظر بگیرید اینا بردن اونجا و نشوندن. آقای حسن کاظمی قومی سردار سپاه قدس سفیر بوده، میره کنار میشه رئیس مؤسسه شهید مهراب که به بهانه ساختن آرامگاهی برای مرحوم محمد باقر حکیم که حالا برادرزادش آقای عمار از چشم ولی فقیه افتاده اونجا هست و 400-500 تا از مامورای سپاه قدس و سپاه و غیره در اونجا هستن و بعضن هم مشاور فرماندار، مشاور استاندار، نمیدونم، در حال حضور داره. تمام خانه های اطراف منزل آیت الله عظما سیستانی رو رژیم خریده یا اجاره کرده. دستگاه باگینگ به گونه‌ای که آقای سیستانی وقتی سر حوض میاد وضو بگیرم اگه با کسی بخواد خصوصی حرف بزنه در گوشی حرف میزنه. آقای محمد رضا خان فرزند ایشون خب از در آشتی و لطف با رژیم در اومده، با آقا مشتبه، با آقای خامنه‌ای، با بقیه سر لطف داره. داماد ایشون آقای شهرستانی سید جواد که در ایران هست بعد از سالها سفری به نجف کرد، چقدر ازش استقبال کردن، چقدر حرمت بهش گذاشتن و واقعا یکی از کسانی که باعث شد آقای سیستانی حرمت در ایران داشته باشه همین آقای شهرستانیه. کارهای خیلی که کرده، کارهای اصولی که کرده، آدم معتدلی است و آدم محترمی است. اینا مهمه. آخوند محترم ما قبلا خیلی داشتیم، حالا نداریم، کم داریم، خیلی کم داریم. آقای سرفرازی رو ببینیم، آقا رضی شیرازی و آقای بجنوردی و یه 4-5 تا دیگه، آقای داماد رو، محقق داماد و اینا رو، بقیهشون قربونش برم شلوها، پول از ولایت میاد و دیگه تموم شد. خب آقای ناصر ابوالمکارم که اصلا تکلیفش معلوم. حالا آقای سیستانی یه داماد دیگه داره به نام آقای مرتضی سیستانی، آقای مرتضی کشمیری که لندن هم هست. ایشون یه اخوی دارن به نام حسن آقا. حسن آقا هم آخونده، وضع مالی توپ و ثروتمند، و ایشون چند تا کتاب نوشت، کتاباش هم چاپ شد در ایران، پوست آخونده رو کند، تمام همین ناصر ابوالمکارم و امثال هم و اینا رو خدمتشون رسید. به آقای شهرستانی هم خیلی بی‌حرمتی کرد. آقای مکارم و چند تا دیگه از این آخوندها نامه به وزیر اطلاعات داده بودن که آقا پس پشت این قضیه خودتون هستین که اینو تحریک میکنین، برای ما از این کتابا میده بیرون. چند روز قبل در قم ریختن خونه حسن آقا، 79,000 دلار پول نقد داشت، پولش رو دزدیدن ماموران وزارت اطلاعات. یه مقدار اسباب زندگیش هم جمع کردن بردن، چند روز بازجویی و کتک و غیره، تا آقای شهرستانی مداخله کرد و همین آدمی رو که فحش و ناسزا بهش میگفت آزادش کردن.
و ازش تعهد گرفتن که دیگه از این حرف ها نزند. در سرزمین ولایت فقیه مگه می شود به ستون ها پیلرز آف ولایت ناصر ابوالمکارم شکرفروش، آقای حاج آقا وحید خراسانی، پدر همسر آقای صادق لاریجانی، مگه میشه به اینا، به حضرت آیت الله العظما محمد تقی مصباح یزدی فاسد شاز، مگه میشه به اینا اجازه بدیم توهینشون بکنن؟ اگه توهین کردن مقام معظم ما به خطر میفته. به هر روی داستانهای کربلا و نجف داستانهای شنیدنی است و چندی قبل در همین روز روشن در نجف یه آقایی رو اومدن و رو بودن از ماموران، بعد ماموران بالاتر آزادش کردن، هر کی هر کی. حالا یه داستان دیگه هم براتون بگم، این علادین بروجردی هم اونجا بود، میدونین که این تمام بچگی و کودکیش در کوچه های نجف دنبال تیله بنداختن و چرخ طی شده و عموجانشون مرجع بودن و بعدم ایشون آمد به ایران و حالا با این قیافه خیلی نقلی رئیس شورای عالی، رئیس کمیسیون عالی امنیت ملی و روابط خارجی مجلس. در دوران نادرشاه، علارغم اینکه نادرشاه آدمی بود به شیعه سنی بازی اعتقاد نداشت، ولی یک ذریح بسیار زیبا برای یه گنبد زیبا برای حضرت علی ساختن، فرستاد. ناصرالدین شاه اومد در دوران ذریح و گنبد و غیره ساخت. محمد رضا شاه زیباترین ذریح و گنبد رو برای حضرت علی، برای امام حسین و حضرت ابوالفضل عباس در زمان او ساختن. بزرگترین نقرچیان و طلاکاران و مذهبکاران اصفهان و شیراز و غیره کار کردن و این ذریح رو بردن. در دوران بعد از جنگ کویت که در عراق انتفاضه شد، بعضی از این گنبدها گلوله باران شد که بعد صدام دستور داد درست کردن. فقط کاری که کردن اسم شاه رو از بعضی جاها که بود پاک کردن، که نوشته می شد در زمان عبدالسلام عارف من رفتم عراق اولین بار، اسم شاه رو می دیدم رو بعضی ها. در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی این زری به اینجا هدیه شد، این در منبتکاری زیبای مذهب ساخته شد. آقایون که اومدن بعد از این ماجراها گفتن نه خیر، ما میخوایم حرم امام حسین ذریحش رو عوض کنیم. آقای سیستانی پیغام دادن دیگران، آقا پدرت خوب، مادرت خوب، این ذریح بسیارم با شکوه و زیباست، در زمان شاه ساخته شده، همه چیش اصل، 30-40 سال گذشته، یک لک سیاه روی نقره ها نیست. نه خیر، مقام معظم ولایت میخوان خودشون ذریح رو بسازن. هیچ، رفتن در ایران گفتن از نقره 98% هم استفاده کردیم و طلای 18 عیار و 21 عیار. بسیار زری رو ساختن. روزی که زری رو می آوردن، دو تا از این کارشناسای پاکستانی که متخصص یا هندی متخصص نقره و این جواهرات هستن و همینطور سنگ های قیمتی، اومدن گفتن آقا این آلیاژی که شما به کار بردید آلیاژ درستی نیست، این زریح بعد از 2-3 ماه سیاه میشه. شما فکر کنید میلیون ها آدم میاد با دست چرک و پینه بسته و غیره لباس روغنی این زریح رو میگیره دستش، این پنجره ها رو میگیره تو دستش که دعا کنه و آرزو کنه. مسافر کربلا میگفت آبروریزی شده، زریح سیاه، هر روز باید بیان بهش اسپری بزنن و تمیز کنن که سفید بشه دوباره، ولی اون آلیاژ نقره ناخالصه. گفتم از یه رژیم ناخالص تو چه انتظاری داری؟ از یک رژیمی که در هر گوشه ریگی به کفش داره، از رژیمی که امامزاده بیژن و امامزاده قلقلی و فلفلی درست میکنه تو چه انتظاری داری؟ رژیمی که معرفش این آقای مداح جعفری نامیست که هفتیر میکشه رو مردم و تیر میزنه، بعد کوچک و بزرگ رژیم میان اونو تبرئه کنن. نخیر، آقا این آقا دفاع از جان کرده، مردی که مست بوده، نشه بوده، آخر شب
یه پسر و دختر جوون، زن و شوهر یا نامزد، تو خیابون بهشون اون اهانت ها رو میکنه، فحشای رکیکی که از ذات و خانوادش برمیخیزه به اونا میده، بعدم هفتیر میکشه. اون وقت اومدن اسم اینا رو گشتن اوباش، بعد خود آقای رادان گفت نه اینا از اون اوباش نبودن، چون خجالت کشیدن خودشون، حتی اینا خجالت کشیدن. یک پسر و دختر جوان رو ترسوند، لرزوند، هفتیرم بروش کشید. تصور کنید که یه مداح فقط به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای دست کشته رو سرش و مورد عنایت مقام معظم رهبری است، هر غلطی دلش میخواد بکنه. اون رضا حلالی رو که یادتونه چی کار میکرد؟ و اینم مال آقای جعفری. شما نگاه کنی این جانور مسلمانه، این جانور پیرو مذهب شیعه است، فقط نگاه کنیم به اطفار و به رفتارش. آیا این دین، این پیروی از اصول آیین اسلامه یا هر آیین دیگری، یا این یه دکان حقبازی و بی‌شرافتی است؟ نگاه کنیم. دستی فشار، دو تا دسته دیگه، قاتل دو تا دست داره. دستی فشار، تیغه خنجر به هنجرش، مویش به دست دیگر او دست چین شده. جانم من از یه خط یه مصرع میخونم. زانو فشار، سینه او را به روی خاک. های 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 جلال دارم سینه ارباب تو میگم. آی هر کی میتونه جیغ بزنه، شیون کنه، داد بزنید از این مجلس، با صدای باز برید بیرون. جفا کردید، باید جواب فاطمه رو بدید. کسی که بدنش زخم میشه، پاره زخم گوشت اضافی میاره، تیکشو میکنن اگه آویخته باشه. برو بیرون، نمیتونی. هر کی نمیتونه در بازه، هر کی نمیتونه بره بیرون. کار دارم. یه موقع با نیزه نیش میزنن، یه موقع با نیزه زخم میزنن، یه موقع با نیزه پاره میکنم. من حرف نزنم بیرونتون میکنم. یه موقع حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره میکنن بدن کسی میاد. ببین پاره پاره کردن لباس.
کار دارم. یه موقع نیزه از این طرف در میاد. کار دارم. کسی بخواد سر کسی رو از جلو ببره باید سینه ذبیح رو زمین باشه، اما اگه پشت باشه باید رو سینه مقتول بشینه. حالا گوش نکردین روزه؟ نه امام زمان داره میگه، بده من بگم. حالا برو خودتو بزن. من واقعا متاسفم، واقعا متاسفم جوانهای کشورمون به جان که برن مملکت رو بسازن، آینده خودشون رو بسازن، یک بیمار روانی بیسته و این چرندیات رو سرهم بکنه، زخم گوشت میاره، گوشت رو میکنه. تو اگر نمیتونی برو بیرون. چی نمیتونی؟ تو سرش بزنه، تو سینه. برای چی؟ چه کسی تو سرش میزنه برای داریوش فروغر و پروانه که سینهشون رو اونجوری شکافتن و جر دادن؟ کی برای محمد مختاری و پوینده و شریف و کی برای اینا؟ کی برای سهراب پروین خانم سینه پاره میکنه؟ برای ندا، برای اون همه نازنینی که اینا کشتن، یعقوب مرنهاد؟ چه کسی برای فرزاد، برای آرش؟ 1400 سال پیش اتفاقی افتاده، همه ما احترام میگذاریم. انسان والا و آزادهی به نام حسین، نواده پیامبر، در برابر ظلم ایستاد و دفاع کرد و جان باخت. قصه ساختن. علی اصغر رو سر دست گرفت، گفت به این رحم کن. دروغه. فرزندی به نام علی اصغر 6 ماه و 4 ماه نبوده. و بعد نواده رسول بچه 6 ماه رو نمیبره میدون جنگ. حضرت امام حسین در راه رفتن به ایران بوده، به دعوت مردم ایران. کاری ندارم، نمیخوام حالا تاریخ و یا روزه رو بررسی کنم، ولی این دروغ زنها با این نوع رفتار و حرکات جنون‌آمیز، نمونهاش رو تو امریکا هم داریم. این کشیشایی که میان جیغ میزنن، دست میزنن، اینا همه دکونه، همش دکونه. من یادم سید شیرازی خدا رحمتش کنه تو خیابون ارامنه بوعلی روز عاشورا و تاسوعا در منزلش روزه برپا میکرد، چادر میزد و مردونه و زنونه، خودش یه گوشه میستاد. اون روزه خونا که اومدن، مرحوم حاج افتخار، مرحوم احتشام، اینا همه اومدن اونجا و روزه میخوندن. خودشون هم معتقد بودن، آدم معتقدی بودن، حالا غلطه یا درسته ولی اعتقاد داشتن. این سید شیرازی میستاد سرش پایین و نگاه میکرد، همجور عشقش اومد پایین. نه جیغ میزد، نه ملق میزد، نه با آهنگ بابای کرم نوحه میخوند، نه عباس عباس میکرد و این بازی های احمقانه دروغ فریبکارانه را انجام میداد. انسان اگر حرمت میگذارد به دینش، به مذهبش، به بزرگان دینش، این وحشیگری رو نمیکنه. و بعد بره هفتیر بکشه بخواد به ماشین مردم تیراندازی کنه. اینا خیلی قابل تأمله که این رژیم چه لطمه‌ای به باور مردم زد، چه اعتقادات مردم رو به بازی گرفت. یه وقت سید جواد ذبیحی نوحه میخوند، علی بهاری میخوند، آدمایی بودن در اون زمان این کارو میکردن، درویش امیرحیاتی میمد با دوتارش میزد، چقدر به دل مینشست، چقدر آدمو وارد معنویت میکرد. ولی الان با یه مش حق باز رضا حلالی ها و این آقا روبرو هستیم. واقعا هموطنان من، اونایی که معتقد هستید بدونید اینها با اعتقادات شما بازی میکنن، اینها دروغ زنن، فریبکارن، از نقره ذریح میخورن تا بقیه چیزا. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم و بریم سر مسائل مهم روز.
به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از موجه چون سیل روانه، خواهد که سرایت شب هجران تو یانه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی که تو مشغول و تو غایب زمیانه. به تو مشغول و تو غایب زمیانه، رفتم به در صومعه عابد و زاهد، دیدم همه را پیش رو خط راک اصاجه، در میکد رهبانم و در صومع عابد، یه مرتکف دیرم و یه ساکن مسجد، نعمی که تو را می طلبم خانه به خانه، که برفتن حریفان پیه هر کن ظاهر توی مسجد شد و من جانب خمام، من یار طلب کردم و او جلده یه یار، آجی به رهن نعبه با من طالب دیدار، او خانه همی جوید و من صاحب خانه، هر در که زنم صاحب آن خانه توی تو، هر جا که روم بر تو با کاشانه توی تو، در میکده و دیر که جانانه توی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، بل بل به چمنزان گل رخسار نشاندی، پروانه در آتش خود و اطفال عیان دید، عارف صفت وصف تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید، دیوانه منم من که روم خانه به خانه، عاقل به قوانین خرد راه تو پویم، دیوانه برون از همه آینه تو جویم، تا قنچه یه بشکفته یه این باقه بویم، هر کس به زبانی صفت هم به تو گویم، بلبل به غزل خانی و قمری به ترانه، بیچاره بهایی که دلش زار غم تو، هرچند که آسیب ز خیل قدم تو، امید بیاد عاطفت دم به دم تو، تقدیر خیالی به امید کرم تو، یعنی که گناه را به عدل نیست بهانه، با
با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. چقدر خبر تلخ آدم وقتی میدونه میبینه دو تا نشریه رو محکوم میکنن، شهروند رو، هفته نامه شهروند و روزنامه بهار، به علت توهین نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام. هیئت غیر منصفه مطبوعات، هیئتی که رولای حسینیان توش باشه منصفه است. آقای عطریانفر مسئول، مدیر مسئول شهروند امروز، به اتهام توهین و نشر اکاذیب، و سعید پور عزیزی مدیر مسئول بهار به اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام، برای مقاله آقای غروی درباره حضرت علی و خلفای راشدین. آقای پور عزیزی متهم اشاعه فحشا و منکرات، انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی. کارایی که آقای رضا حلالی میکنه خلاف عفت نیست، کارایی که اون مردک فاسد محمد تقی مصباح یزدی کرده به سر اون بدبخت حائری خرم‌آبادی، اینا هیچ کدوم فساد نیست. صنعت شکر مملکت رو نابود کردن که کرد آقای ناصر ابوالمکارم شکر فروش شیرازی، اینا جرم نیست. بله، آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا سفری کرد به منطقه، به اردن رفت، به عربستان سعودی، به اسرائیل و فلسطین، و در سفری که به عربستان سعودی کرد تأکید کرد که آمریکا و عربستان سعودی مشترکاً علیه تروریسم مبارزه میکنند. خیلی جالب بود وقتی تو ایران دیدم که این آقای تهرانی اینا اعلام کردن بله این ماجد تروریستی که در لبنان مرده، دستگیرش کردن مرده، بله ما گفتیم کار عربستان بود. بعد از قول پوتین هم جعل میکنن که بله پوتین گفت نام عربستان رو باید در فهرست کشورهای تروریستی گذاشت. خیلی جالبه، رئیس اطلاعات عربستان میره با پوتین اونقدر نزدیک و قرارداد و خرید و غیره میکنن، بعد اینا میان از قول پوتین جعل میکنن. القاعده گفت، آقای پوتین که صحبت کرد گفت انفجارهایی که در روسیه رخ داده شبیه به آن چیزی که در عراق، سوریه و لبنان رخ داده و اینا متعلق به، مرتبط با القاعده هست. در هر حال آقای جان کری گفته که جمهوری اسلامی اگر در ژنو دو هم شرکت نکنه میتونه در حاشیه کمک کنه به موفقیت. خانم افخم سخنگوی وزارت خارجه گفته که پیشنهادی که منطبق با عزت جمهوری اسلامی نیست نمیپذیریم. جمهوری اسلامی صبح تا شب ذلت، کجاش عزته؟ چه عزتی به ایرانی در جهان داده؟ حامی تروریستاست. این عزت برای آدم نمیاره، ذلت میاره، سرشکستگی میاره. من واقعا حرفای اینا رو که میبینم پیش خودم میگم خدایا ذره اینا با نمیدونم خلوت نمیکنن به خودشون، جلو آینه خودشون نمیبینن. موشک های متوسط به حزب الله دادن برای اینکه بزنه به قلب اسرائیل، اینا عزت برای آدم میاره نه ذلت میاره. برای اینکه تحریک میکنی آنکه را که میگی دشمنته، و اون اگر حس بکنه تو میخوای از این کارا شیطنتو بکنی، بلند میشه میاد سرزمین ما رو ویران میکنه. همون جور که 6 سال آخر جنگ ایران و عراق ضرورتی نداشت و شما ادامه دادید و نتیجهش ویرانی 100 شهر و 500 تا روستا و اون کشتارها و نیم میلیون جوان ایرانی از بین رفتن، و یا برای همه عمر علی رو فلج شدن. آقای جان کری در روضه خریم، یکی از یلاقات اطراف ریاض، رفت به قصر پادشاه سعودی و با او دیدار کرد، و سخنگوی سفارت آمریکا در ریاض آقای جوهان شمونسیس گفته که آقای جان کری پادشاه سعودی رو مطلع کرد از تلاشایی که برای صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل میشه، و دولت سعودی با تمام قوا از این تلاش ها حمایت میکنه و خواستار برقراری صلح هست. این دور از مذاکرات فلسطینی ها با اسرائیل بسیار مهمه، برای اینکه آقای محمود عباس تمام اعتبار خودش، تمام گذشته یک انسان مبارز رو گذاشته وسط.
آقای نتانیاهو قدر این شریک رو خواهد دانست؟ I doubt it. شک دارم، چون آقای نتانیاهو ترجیح میده اون طرف روبروش یک اسماعیل هنیه بشینه، یه حماسی بشینه که به جایی نرسن. وقتی ابو مازن میاد با درایت، با خردمندی افرادی رو اعزام میکنه برای مذاکره، آقای صاحب اورقات، یه شخصیت برجسته، آقای نبیل شعب در اسلو، ابو علا، خانم حنان اشراوی، اینا کسایی هن که اعتبار بین‌المللی دارن و گفتگوهاشون بسیار با اهمیت. برحال خانم افخم گفته که ایران از ابتدای بحران سوریه راه حل سیاسی را تنها گزینه اعلام کرد. 150 هزار تا را اسد کشته، 2000 نفر رو شیمیایی کرده، و خانم افخم میگه ایران از ابتدا میگفت راه حل سیاسی. راه حل سیاسی چی؟ یعنی اسد بمونه، این جنایتکار یک هیتلر معاصر سر جاش بنشینه، چون جمهوری اسلامی بهش احتیاج داره که از اونجا اسلحه بده به حزب الله. شگفتا، اینا تمام اسلام، دین، اخلاق، اینا همه دروغ، همه بازی، دو ریال 2010 به قول معروف ارزش نداره. و من بسیار متاسفم که کشور ما اینقدر منفور شده در منطقه، اینقدر در بویژه در سوریه، در بین مردم سوریه این حالت نفرت وجود داره. جمهوری اسلامی ژنو 1 رو قبول نداره، میخواد بره ژنو 2. در ژنو 1 تاکید شده بود یک دولت موقت با اختیارات تام که اسد هم توش نباشه. ژنو 2 باید دنباله اون باشه. دو روز، امروز و فردا، ائتلاف ملی و مبارزه به اصطلاح اپوزیسیون سوریه، اینا در ترکیه جمع شدن در استانبول و تصمیم نهاییشون رو میگیره. شورای ملی گفته ما نمیریم در ژنو 2. اینا تصمیم نهایی رو خواهند گرفت. قبل از اینکه برم عراق، این خبرم جالب بود که آقای شیرازی مشاور ارشد یا دستیار ارشد آقای بابک زنجانی رو گرفتن. جالب، صدای کیهان در اومده، یعنی حسین بازجو این باره اومده گفته آقا مبادا به خاطر این سر و صداها آدمی که تحریم رو برای ما دور زده آزار بدین. رئیس قسمت صادرات نفتم گفته بله، ایشون موفق ترین آدم از بخش خصوصی بود که میتونست نفت ما رو بفروشه و پولش رو برگرد. در حال داستان غریبی است. حالا ایشون رو در اوین انداختن فعلا برای اینکه کله گنده ها گرفتار نشن. دوستی برای من از ترکیه نوشته بود آقا دعوا بین رفسنجانی و خامنه ایست، متوجه باش. بابک زنجانی ها رو این وسط ممکنه قربانی بکنن برای اینکه دهان باز نکنه، اسمی از آقا مشتبه به میان نیاد و اسامی دیگر و دیگر. میبینیم حالا چه خواهد شد. آقای نوری المالکی، نخست وزیر تحمیلی عراق، گفته که بله، گفته ما از مردم خواستیم که القاعده رو بیرون کنه. فکر کنین، هزاران نفر از نیروهای نظامی رو به فلوجه فرستاد، به انبار فرستاد، و حرفش هم این بود که بله ما داریم میریم تا این آدمکشا رو بریزیم بیرون، بریم نابودشون کنیم. و برای من جالب بود وقتی آقای مالکی این حرف رو میزنه، وقتی که ارتش رو میفرسته اونجا و این ارتش میره و در رمادی و فلوجه در استان انبار مردم رو میکشه، متحسنین رو چادراشون آتیش میزنه، بعد میاد بیرون راه رو باز میکنه که داعش، دولت عراق و شام اسلامی نیروهاشو برداره وسط بیابون بره تو شهر را. الان تو فلوجه این عشایر و مردمن دارن با داعش میجنگن، با ذوب شدگان در اسلام ناب محمدی بن لادنی، اونا اونجا دارن با مردم باش میجنگ. مردم نمیخوان اسلامو. تو سوریه هم همینجوره، الان ارتش آزاد داره با داعش میجنگه. جبهه اسلامی که اسلامی های معتدل از اخوان المسلمین و غیره هستن در کنار ارتش آزاد دارن با جبهه نصرت و داعش می جنگن. آقای مالکی میگه بله من پدرشون رو در میارم، اما چقدر پوشالی بود این ارتشی که ایشون فرستاد اونجا. چرا الان بهش میگه ارتش مالکی، نمیگه ارتش عراق؟
همه این میلیشیا و تفنگچیای قبلی حزب دعوه رو ایشون بهشون درجه داده. دیروز داشتم نگاه میکردم دیدم یه آقایی بود که می آوردنش به عنوان کارشناس نظامی صحبت میکرد، گرفتم درجه فریق بهش دادن، درجه سپهبد و شده سخنگوی ارتش عراق. خیلی برای من جالب بود چون مداحی آقای مالکی رو میکرد. خب اینا هست دیگه، اینا در کشورهایی که نظم و قانونی وجود نداره، در کشورهایی که رقابت وجود نداره، رقابت کلمه عربیش رو گفتم، نظارت وجود نداره و دستگاه قضایی مستقل وجود نداره، همین چیزایی میشه که شاهدیم. حتی ظهور آدمایی مثل بابک زنجانی، اینا در یک کشور آزاد، در یک کشور دموکراتیک میاد بیل گیت میشه، ریچارد برانسون میشه، ولی تو ایران چون همش رانت و اینجا و اونجاست، در کل میشود بابک زنجانی، میشود آقای شهرام جزایری. خبری که امروز در الحیات بود خیلی جالب بود این که این هلالی که داعش درست کرده، یعنی در واقع اون مناطقی که تحت تسلط قرار داره تو سوریه و عراق، داره کوچکتر و کوچکتر میشه و جاهایی رو که اشغال کرده یا یه عده‌شون میان میپیوندن به نیروهای ارتش آزاد و یا یه عده‌شون فرار میکنن، یه عده‌ام که دستگیر میشن یا به قتل میرسن. در حال بیچاره اپوزیسیون سوریه حالا باید در دو یا سه جبهه بجنگه، از یک طرف با نیروهای بیرحم اسد که رتل‌های یا بشکه‌های بنزین و مواد منفجره رو با هلیکوپتر بر سرشون میریزن، و از سوی دیگرم باید با اسلامی ها در جنگ باشن. در حال میگم روزگار غریبی است و توی مصر خیلی جالب بود، وزارت امور خارجه مصر یه زمانی تو همین جریانات بعد از 30 ژوئن سفیر ترکیه را احضار کرد، بهش اخطار داد دولت دست از مداخله در کشور ما برداره. بعدن سفیر بیرون شد و روابط به حال تعلیق داد. پریروز سفیر قطر رو احضار کردن که آقا این جعلیات چیه الجزیره میگه که ما به عمد میریم مردم رو میکشیم؟ کور این شما، مگه نمیبینید اخوان المسلمین داره دانشگاه رو با آتیش میکشیم، ما چجوری باشون برخورد کنیم؟ کلاس های درس رو تعطیل میکنن، امتحانات رو تعطیل میکنن. حالا خبری که امروز بود این است که رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره احضار شده و دولت مصر به شدت به گفته های مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه اعتراض کرده. خانم افخم روز شنبه تو مصاحبه مطبوعاتیش خشونت های مصر و استفاده ارتش از زور در سرکوبی معترضان رو اظهار نگرانی فرموده بودند. آقای خانم افخم روزی که ماموران سید علی آقایی نایب امام زمان بچه های ما رو تو خیابون میکشت، زیر ماشین میذاشت، از بالا با قناص میزدشونم، ابراز نگرانی میفرمودن یا پشت میزشون نشسته بودن آب هندونه میل میفرمودن. شگفتا آقا این آلودگی این شغلها هرگز بر ما مباد، هرگز آدم آلوده این مشاغلی نشه که بابتش باید از همه چیز بگذره، باید دست از همه چیز بکشه. به هر روی در ماجرای اتمی مذاکرات ظاهرا در پس پرده خبرهایی است. سید علی آقا اجازه داد، آقای ظریف گفت آقا ما هر کاری میکنیم، ایشون موافقت قبلی کردن، با ایشون مشورت میکنیم، اگر رفتیم امضا کردیم سید علی آقا بود، ایشون هم موافقت کرد. حالا بعضیا میگن ایشون جام زهر رو داده سید علی آقا نوشیده، آقای روحانی و آقای ظریف. بعضن هم میگوین نه، آقای خامنه‌ای خودش درک کرد که الان این جام زهر رو بنوشن اثرش میتونه کمتر باشه تا زمانی که زهر هلاهل رو در کامشون بریزن. با این همه نگاه میکنیم این آقای صالحی وزیر خارجه سابق و رئیس سازمان انرژی اتمی خبرهایی رو که اینجا آنجا میشنیدیم به طور تلویحی نه خیلی سریع تایید میکنه.
به این معنا که در ترکیب هیئت مذاکره کننده تغییراتی صورت گرفته و از اون طرف هم در مجلس هم عنوان شده بود که یک هیئت نظارت بر عمل کرده هیئت مذاکره کننده تعیین شده. حالا در اونجا گفتن رؤسای سه قوه، مشاورانشون و وزیر خارجه است. حالا صحبت از این میکنن، میگن مذاکرات اصلی توسط تیم وزارت خارجه و اونایی که بهشون پیوستن انجام میشه، اما تصمیم گیری نهایی با شورای عالی امنیت ملی است. یعنی دوباره این جریان وارد یک دور تسلسل باطل کردن. یه گزارش هست نگاه کنید ببینیم حرف آقای صالحی چیه و اصولا چه برنامه و نقشه اینا داره. رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مراسم یادبود شهدای هسته‌ای با تاکید بر تقویت گروه فنی ایران در مذاکرات با پنج به علاوه یک تعداد کسانی که در گروه مذاکره کننده هستند و بنیه فنی این گروه رو تشکیل میدن از سازمان انرژی اتمی بیشتر شده، تعداد بیشتری الان اونجا هستن، حالا بیشتر شدن، تعداد خوبی هست. دکتر صالحی همچنین در توضیح علت توقف فعالیت‌های نیروگاه بوشهر در هفته یا آینده گفت نیروگاه بوشهر دیگه در چند هفته آینده احتمالاً متوقف میشه کارش برای سوختگیری مجدد. سالی دو ماه نیروگاه کارش متوقف میشه که سوختگیری مجدد انجام بشه. این اولین سوختگیری خواهد بود، یعنی یک سال به عملا میشه گفت یک سال یا به عبارت دیگه حالا به تعبیر دیگه 7000 ساعت از فعالیتش گذشته و الان دیگه جا داره که یک سوم سوختمون عوض بشه. خب آقای صالحی اینو میگه، آقای عباس عراقچی میگه من از خبر از تعیین هیئت نظارت ندارم چون چیزی نبوده. روز دوشنبه میگه، یعنی دیروز میگه که روال تصمیم گیری و نظارت بر مذاکرات هسته‌ای کاملا تعریف شده است، از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام میشود. خب در این حال که هیئت نظارت رو نفی میکنه، خبر اینکه شورای عالی امنیت ملی دوباره میداندار شده رو تایید میکنه و بعد میگوید این روال تغییری نکرده است. حسام الدین آشنا، داماد قربان علی دوری ماسپند معروف به نجف آبادی که این روزا سالروز جنایت هایی است که او به اون دست زد، جنایت قتل های زنجیره، دوری نجف آبادی که از مسئولان درجه اول این جنایات هست، حالا موش شده رفته گوشه نشسته و سه تا قسم جلاله خورد و تمام شد. آقای آشنا معاون برای رئیس دفتر ایشون بود. کسی به من گفت آقا این حملاتی که اخیراً علیه تو راه افتاده، من گفتم اون روز توسط تیم آقای روحانیه و آقای آشنا در رأس اون است. آقای آشنا البته میتونه این کار رو بکنه چون امنیتچی سابقه، معاون وزیر اطلاعات و رئیس دفترش، بنابراین از تمام جرائم او خبر داره و من از این نظر منتظر بودم اگر آقای آشنا لیگی به کفش نداره بیاد برای مردم توضیح بده. مصاحبه از ایشون دیدم، ناامید شدم. به هر روی آقای آشنا گفتن که از تشکیل شورای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای ابراز بی اطلاعی کرد. دولتی ها میگن تشکیل نشده. مجلسی ها بعضی هاشون و بعضا آدم های خارج مجلس میگوین نه تشکیل شده. اینا بازی هاییست که در جمهوری اسلامی همیشه را میفته که آدم ها در حیرت باشن. آقا قصه چیست؟ داستان چیست؟ در حال آنچه در عراق میگذرد بسیار دردناکه. عراق عملا داره به سوی تقسیم میره. ممکنه الان این کار انجام نشه، ولی ببینید این دفعه غیاب یک وزنه بزرگی مثل مام جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق چه تأثیر بدی میگذاره. یا آدمی به نام نوری المالکی، یا داستانهایی که از ایشون قبل از انقلاب، قبل از سرنگونی صدام باید بگم بارها گفتم و حوصله سر بره. گفت یه نفر از این بچه های مجلس اعلی که آه نداشت با ناله صدا کنه، حالا در لندن خونه 7 میلیون پوند میخره. پولای مردم بدبخت عراق. همینا بود که مردم ما رو یه مقدار دل مشغول و نگران کرد و همه نگران شدن که مبادا این داستان در ایران هم اتفاق بیفته.
همه تو این چند روزه نگران آقای شوماخر بودن، بهترین راننده رالی ها و مسابقات اتومبیل رانی. فکر کنید یه آدمی که با اون اتومبیل ها با اون سرعت ها میره چه اتفاقی هم براش نمیفته، تو اسکی میخوره سرش به سنگ میره توی کما. خانم انگلا مرکل هم که خیلی نگران این شهروند پر آوازه و پر افتخار کشورش بود، خودش هم در اسکی آسیب دیده. بازی سرشکستن، بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره، یادش بخیر. دیشب یه فیلمی هم دیدم که هنوز رو سینما نیومده و برای پسرم فرستاده بودن، معمولا این فیلم ها رو میفرستن برایش، نیما که فیلم سازه، و ما هم دیدیم که وولف وال استریت بود. عجب فیلم ساخته. اسکورسیزی آخرین فیلمش بود، اصلا مثل همه فیلماش قوی، قدرتمند. بازی لئوناردو دیکاپریو درخشان و فوق العاده. البته خب خیلی صحنه های تند و سختی هم داشت، ولی کلا وال استریت رو در برابر ما گذاشت. قبلا دو تا فیلم دیگه هم دیدیم در این زمینه، درباره وال استریت مایکل داگلاس و اینا رو دید، ولی این یه چیز دیگه است، یه روایت دیگه است. چگونه کسانی با عدد و رقم هایی که به قول خودشون وجود خارجی نداره میلیونر میشن، دامنه آلودگی هاشون به کجا کشیده میشه، فسادشون به کجا کشیده میشه. بسیار فیلم جذاب و جالبی بود. ای کاش یه روزی هم مثلا در کشور ما امکان پیدا میشد که بیایم راجع به همین ثروتمندان نوظهور فیلم تهیه بشه، گذشتهشون رو بگیم. خواهیم، اون روز میاد، مطمئن باشید. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.